بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با باغ بهشت دیگری در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته بیاناتی درباره تقلید از جناب آیت الله فدایی استفاده شد که امروز ادامه اون رو استفاده خواهیم کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. حاجاق عرض سلام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بر شما و بر بینندگان عزیزم. حاجاق در برنامه گذشته بیاناتی درباره تقلید فرمودید. امروز میخوام این سوال رو بپرسم که چرا یک مسلمان باید تقلید کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين رب العالمين. حال شد که تقلید یک وظیفه ایست انسانی عقلائی و همچنین عقلی، مخصوصا در این زمانی که زمان تخصص هست، که اصلا دنیای پیشرفته امروز اجازه نمیدن انسان به غیر از متخصص اصلا رجوع کنه، و اگر خود انسان تخصصی را نداشته باشه اصلا اجازه نمیدن در اون زمینه بحثی را بکنه یا عملی انجام بده. اصلا دنیای امروز این را نمیپذیره. میخوام بگم یعنی کار به مسئله دین و اسلام و اینها نیست، یه مسئله ای که تمام عقلا بناشون بر اینه که غیر متخصص در هر زمینه که باشه بایستی برگرده به متخصص، و اگر از پیش خود کاری انجام بده حتی مورد مؤاخذه و مورد گله بر چه شاید که اصلا ممکنه او را زندان هم ببرن شکایت کنن. قصه ای در این زمینه هست، نقل میشه که خانمی در قطاری، کوپه قطاری که معمولا افراد متفرقه را جمع میکنه، این در حال سفر بود و سردرد شدید میگیره. آقایی که اونجا بوده میفهمه که این خانم سردرد داره و به اون میگه که قرصایی هست که برای سردرد خوب استفاده بشه، من هم همراهم هست، اگر مایل هستید من تقدیم کنم. اون هم میگه خوبه و ازشون همون قرص رو میگیرن و استفاده میکنن و کاملا سرشون بهبود پیدا میکنه، سردرد شدیدشون برطرف میشه.
بعد اون خانم به او میگه که شما تخصصتون در چه رشته پزشکی هست؟ عجیبه. اون میگه که من اصلا پزشک نیستم. خانم میگه شما پزشک نیستی؟ نه. پس به چه عنوان شما برای من این کورس رو تجویز کردی و پیشنهاد کردی؟ گفت چی؟ چون خودم سردرد گرفتم از این کورس ها خوردم، بهبود پیدا کردم، رضا به شما هم گفتم. در این قصه ای که من شنیدم از کسی تعریف میکرد، میگفت اون خانم رفت شکایت کرد، از قطار که پیاده شدن شکایت کرد و اون جوان رو به دادگاه کشوندن که شما اگر دکتر نیستی، پزشک نیستی، به چه دلیل تجویز میکنی؟ یعنی اینقدر دنیای امروز دنیای تخصصه. لذا ما توی استفتا گاهی وقتا یه سوالایی میاد، خودمون بهش میگیم آقا شما توی این زمینه تخصص داری؟ یعنی سوالای پیداست که مثلا بهانه گیریه، مثلا میخواد فرض کنید یک بهانه ای به دست بیاره، اشکالی بگیره. مش میگه آقا شما تخصصتون چیه؟ اگه تخصص در این زمینه ندارید، یعنی حتی عقل و عقلا و عرف مردم اجازه نمیدن که به کسی اشکال بگیره در چیزی که در اون تخصص نداره. این یه قصه ای بود برای اینکه بگم مسئله تقلید، چرا یه مسلمان باید تقلید کنه؟ چون مسئله تقلید مسئله به حساب عرفی عقلائیه و همه عقلا این کار رو میکنن در هر زمینه‌ای که تخصص ندارن برمیگردن به متخصص. وقت انسانی که مسلمان هست و اسلامی که زیباترین ادیان، جامعترین، شاملترین و برای هر، حتی روایت داریم اگر یک خراشی روی دست شما بشه، اسلام برای این یک حکمی را معین کرده. شما از لحاظ اسلام هر حرفی که بخواید بزنید، اسلام برایش یک حکمی قرار داده که شما نمیتونید حتی حرف بی خود و بدون اینکه حکمش رو بلد باشی بزنید و همچنین کاری که انسان میخواد انجام بده. وقت اسلام و این زیبایی و این همه مسائل و این همه احکام، خب ما هم عرض کردیم که سابقه اگه بخواد انسان بره خودش این حکم رو از دلیلش در دلیل اصلی بگیره، اصلا باید کار کاسه بشه بذاره کنار رو بره فقط دنبال این مطلبی که فرمودید. آیا مربوط هست به این آیه شریفی که میفرماید لا رد من ولا یابسن الا فی کتاب مبین؟ بله، یکی از ادله است که نشون میده که در قرآن خدای متعال همه چیز را اشاره کرده. ولی خب چون قرآن معجزه هست، بله، نیاز داره به این که اهل بیت، رسول خدا و اهل بیت برای ما اینا تفسیر کنن. بله، همه چیز لا رد من ولا یابس، هیچ چیزی در این جهان نیست مگر اینکه در قرآن گنجونده شده حکمشو. ولی یک متخصص آگاه میخواد که اینو در بیاره، که اونم فقط رسول خدا و اهل بیت هستن سلام الله علیهم، که اونم خداوند تبارک و تعالی در اختیارشون گذاشته و اونا رو معین کرده. پس بنابراین مسئله تقلید یک مسئله عرفی، عقلی و عقلایی هست و مسلمانی هم که بخواد وظیفه‌شو انجام بده و خوشبخت، سعادتمند زندگی بکنه، بایستی بره دنبالش، حالا یا خودش اجتهاد کنه و مسائل و احکام را یاد بگیره، یا اینکه اسلام اجازش داده از یه شخصی که جامعه شرایط هست تقلید کنه. بنابراین تقلید اینجا همونطور که عرض شد از تقلید ممدوح و حسنه، بلکه واجبم هست شرعن. چرا؟ چون انسانی که تقلید نکنه خودش هم مجتهد نیست، خب حتما این اشتباه میفته، حتما خلافکاری میکنه، حتما توی اون چیزی که خدا فرموده خلافش رو انجام میده. خب این که مشخصه، هر انسان عقل میپذیره. احسنتون. بنابراین پس بایستی یک مسلمان که خودش مرجع تقلید نیست، خودش مجتهد جامعه شرایط نیست، بره تقلید کنه. پس ما تا اینجا معلوم شد برامون از لحاظ
صحبت هایی که شد که تقلید یک مسئله است، نه فقط خوبه بلکه واجبه که انسان در گناه نیفته. حتی انشاءالله مسائلی هست میاد که اگر انسان بدون تقلید عمل کنه این مشکل اعمالش، خدا بهش میگه شما به چه دلیل اینجوری عمل کردی یا اینجوری حرف زدی یا اینجوری. اگر انسان مقلد باشه میگه به فتوای فلان آقا دیگه گردن خودش دیگه گردنش نیست. زا این قصه هم قشنگه، این قصه در زمان امام صادق علیه السلام افتاد که آقا امام صادق در یه جلسه ای بودن که بعضی از این مخالفین هم اونجا بودن. یکی از این افرادی که تو جلسه بود یه سوالی رو مطرح کرد، فوری یکی از این مخالفین جواب داد. حالا امام صادق سلام علیه نشستن، همه میدونن که آقا امام صادقه که از همه مسائل آگاهه، ولی این آقا حالا میخواست عرض اندام کنه چیکار کنه، جواب داد. اون شخصی که سائل بود آدم زرنگی بود، به او رو کرد گفت که شما این که جواب مسئله منو دادی گردن میگیری؟ یعنی ببینید مسئله تقلید اینه، یعنی طرفی که میاد فتوا میده رساله صادر میکنه، کسی که جامع الشرایط باشه و با تقوا باشه این میدونه باید جوابگو باشه روز قیامت. در روایات هست میگن فرار کنید از فتوا دادن. بله. همونجور که از شیر در رنده بله. فرار میکنید. بله، چون فتوا دادن خیلی کار سنگیزا. میگن مراجع معمولا پیر در پیر سن پیری مرجع میشن، برای اینکه اینقدر اینها مطمئن میشن و اینقدر یعنی در این زمینه اجتهاد و استنباط کار میکنن که به اون مرحله میرسن که دیگه مطمئن میشن که از همه لحاظ رعایت شؤون و رعایت اوامر و اون چیزایی که خدا فرموده تونستن انجام بدن. بنابراین اون آقا ندید که امام صادق علیه السلام نشسته، جرأت نکرد بگه گردن میگیرم. خودش معناش همینه ها. اون سائل یه بار دیگه سوال کرد که آقا شما که جواب من رو دادید به گردن میگیرید این جواب رو؟ بازم جواب نداد. اینجا امام صادق سلام الله علیه برای اینکه دنیا بفهمه ماها برسه این مسئله برامون، حضرت فرمودن ایشون چه بگه من گردن گرفتم چه نگه، وقتی جواب داد گردنش هست. خیلی بزرگه این کلامی و فرمایش آقا امام صادق که انسان وقتی یه چیزی رو میگه واقعا گردنشه، خدا بازخواست میکنه که به چه دلیل. اینجاست که میگن زبان سرخ سر سبز میدهد. بله، خاله دنیاش چه برسه آخرتش که خیلی شدید. قرآن نسبت به پیغمبر واقعا آیاتی هست که اگر ما اون تفسیر که از آقا امام صادق از ائمه علیه السلام هست که خطاب قرآن خطاب گرچه به پیغمبره ولی منظورش پیغمبر نیست، چون پیغمبر معصومه، این خطاب به دیگرانه. یه قاعده از در عربی میگن ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، من خطابم به توست ولی منظورم کسان دیگه هست. فارسی میگن به در میگن که دیوار بشنم. احسن. و قرآن خطابهایی که به پیغمبر شده از این قبیله، از این به همین قاعده هست. آیات قرآن خدا به پیغمبر خطاب میکنه که ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یک بعض یعنی یکی یه جزئی پیغمبر از خودش حرف بزنه، یه حکمی را از خودش بگه، خدا میگه لأخذنا منه بالیمین، چین دست راستشو میگیریم و رگ گردنش رو میکنیم. و قطع اذن لأخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، رگ گردنش یعنی اینقدر شدیده. از اون طرف هم خداوند تبارک و تعالی میفرماین و ما ینطق عن الهوا عن الهوا. پس ببینید این معناش اینه که دیگران بشنون که دین خدا بازیچه نیست. ما فکر میکنیم مثلا کسی که مجتهد مرجع شده فتوا میده اگه با تقوا باشه فکر میکنیم مثلا اینا بی خودی یا از خودشونه، خیر، اینا اینقدر این مسئله مخصوصا آیاتی که خطاب به پیغمبره که اگر شما
یک جزئی، یک حکم بسیار کوچکی را از جیب خودت و از خودت بگی، نه از وحی و از خدا، همچنان شما را زمین میزنیم و عذاب شدید بهتون میکنیم که اون طرفش پیدا نیست. و این خطاب آقا نانسان فرمود، این خطاب درست به پیغمبره ولی منظورش کسان دیگه است، چون پیغمبر معصوم هستن. پس ببینید این شخصی که میخواست جواب داد و میخواست فرار کنه از این که به گردنم میگیرم، امام صادق فرمودن چه بگه گردن میگم، چه نگه گردنش هست. لذا فتوا اینقدر مهمه و اینقدر مسئله سختیه و خدا برای ما آسون کرده که شما بیاید از این مرجعی که اینقدر زحمت کشیده، این من شبانه روز بیداری کشیده، واقعا زحمت میکشن سامی آتالله العظما، حاج محمد شیرازی رحمت الله علیه، خود اخویشون آیت الله العظما حاج حسین صادق شیرازی، اینا معمولا معروفه که فقط 4 ساعت تو 24 ساعت میخوابن، یعنی حاج محمد که میگفتن که 2 ساعت میخوابن، یعنی اینقدر تلاش در حکم خدا و استنباط و در چون احکام اسلام یه جوریه که بسیار گسترده و پراکنده است. یه مجتهد باید یه مسئله‌ای که میخواد در مورد نماز تحقیق کنه باید خیلی از مسائل را ببینه، از فرمایشات علمای مثل شیخ طوسی 1000 سال پیش تا علمایی که الان ما داریم، باید همه اینا رو ببینه اون وقته که به نتیجه برسه و مسئله ای را فتوا بده. حاجب احسنتون گلوی تازه کنید. از زن بیننده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینه العلم و علیون بابها، من مدینه علم، شهر علمم و علی دروازه این شهر. خب عزیزان بیننده با احکام تقلید در خدمت شما هستیم. حاج آقا با این شرایطی که فرمودین حالا باید از چه کسی تقلید کرد؟ البته از چه کسی باید تقلید کرد؟ خوبه قبلا این ادله‌ای که برای تقلید گفته شده، چون بعضی ها زیاد تو ذهنشون ممکنه باشه که ادله‌ای ما داریم از قرآن، از روایات، خوبه به این قسمت هم جواب بدیم. بله. وقت در زم ممکنه این سوال شما هم جواب داده بشه که از چه کسانی، چون اون ادله‌ای که در احادیث و روایات شریف برای ما اهل بیت فرمودن، در اون ادله آمده که از چه کسانی تقلید کنیم. حالا ان شاء الله ببینید ادله تقلید بسیاره، از قرآن داریم ادله اربعه که معروف است، ادله اربعه یعنی قرآن مجید، احادیث شریفه، اجماع و عقل، اینا ادله اربعه هست که معمولا متعارفه و اونایی که خورده اهل ذوقن و مسائل فقهی رو بلدن معمولا وقتی میپرسن دلیل شما چیه میگن ادله اربعه بر این چی هست. ولی از لحاظ تقلید اضافه بر ادله اربعه حتی ادله مثل سیره متشرعه و مثل ارتکاز متشرعه که اینا خودشون به حساب بر هر کدامش یک دلیلی هست. اینا یعنی چی هجبا؟ ها انشاءالله اشاره میکنیم. یا مثلا بناء عقلا این غیر از ادله اربعه است، یعنی عقلای عالم بناشون بر چی هست. حتی از این هم ما دلیل داریم برای تقلید. بنابراین تقلید
از کل ادله ما دلیل فراوان داریم که تقلید را واجب میکنه و نه فقط اجازه میده که انسان تقلید کنه در چیزی که متخصص در اون نیست، مخصوصا احکام شرعی، بلکه واجب میکنه. از باب مثال، جواهر که جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر که فقه معروفیه که در زمان خودشون تونستن در حدود یک دوره فقه کامل بنویسن استدلالی که برای فقها حتما لازمه که اون کتاب رو ببینن، که بعدشون آیت الله العظما شیرازی، حاج حسین محمد شیرازی یه دوره وسیع‌تری نوشتن و تونستن خیلی از دانش‌های جدید را هم در ضمن بیارن، مثل علم اقتصاد، علم سیاست، علم اجتماع و علم حقوق و خیلی از علوم را که رسوندن این دوره موسوعه فقهشون را رسوندن به بیش از 150 جلد. اما مرحوم صاحب جواهر تقریبا 42 جلد ایشون فقه کاملش. اونجا تعبیری دارن در الجواهر، ببینید خیلی زیباست تعبیرش. ایشون میگه ایشون میگه دلیل التقلید هو جمیع ما فی الكتاب والسنه. ایشون میگن که دلیل التقلید تمام اون چه که در قرآن و روایات آمده دلیل تقلیده. اینقدر یعنی گسترده است ادله تقلید، اینقدر فراونه که ایشون اینجوری تعبیر کرده، جمیع ما فی الکتاب، هر چه در قرآن و در احادیث ما داریم اینها دلالت دارن بر جواز تقلید. جمیع چیه؟ تفسیرش میکنه من الامر به اخذ ما انزل الله تعالی والقیام بالقسط والعدل. میگه اون چه که در قرآن و روایات اومده در این زمینه که اون چه که خدا براتون نازل کرده و پیغمبر تبلیغ کرده اون رو محکم بگیرید. این دلیله. شما چطوری بگیریم وقتی بلد نباشیم چی میگن؟ ادلست دیگه اینا. پس بایستی ما، معنیش اینه که وقتی بلد نیستیم تقلید کنیم. پس اون چه را خدا نازل کرده و روایات شریفه فرموده که بگیرید محکم اون چه را که خدا برای شما برنامه فرستاده در قرآن و غیر قرآن، و اون چه که واجب کرده بر انسانها که قیام به قسط و عدل کنن. چون قسط و عدل تا انسان ندانه قسط کدامه عدل کدامه، حتما اون رفتاری که انجام میده یا اون حرفی که میزنه ممکنه مخالف باشه، ظلم بشه، عوض قسط و عدل بشه ظلم و جور. پس ببینید چقدر زیباست تمام آیات و روایاتی که در این زمینه هست، در واقع داره میگه تقلید کنید. چرا؟ چون راهی ما نداریم، یا بایستی مجتهد باشیم که نیستیم، پس بایست تقلید کرد. بعد ایشون میگن بل مما ذکرنا ان قبول الفتوا بعد اندراجها فی الحق والعدل والقسط لا يحتاج الى اذن من الامام بل الكتاب والسنه بل والعقل متطابقه على وجوب الاخذ بها. ایشون میگه وقتی، البته صحبت هایشون داره، بعد نتیجه گیری میکنه صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر آیت الله به حساب شیخ محمد حسن نجفی معروف هستن. پس ببینید ایشون صحبت هایی که میکنن برای نتیجه گیری میفرماین از اون چه که ما گفتیم استفاده میشه که قبول فتوا، وقتی فتوا مندرج شد زیر چتر آیات و قرآن و روایاتی که به ما دستور میده اون چه که خدا فرموده عمل کنید، وقتی مندرج شد تحت اون دیگه اصلا ما نیازی نداریم، لا يحتاج الى اذن من الامام علیه السلام، دیگه نیازی نداریم که بریم از امام سوال کنیم که آیا تقلید جایزه یا جایز نیست. چرا؟ چون وقتی خود آیات و قرآن، خود احادیث که میگن آگاه باشید، فقیه باشید، خوندیم دیروز که انسان فقیه باید باشه در دینش، احکام دینش رو بلد باشه،
خب وقتی ماها نرفتیم اجتهاد کنیم از کجا بلد بشیم؟ از راه تقلید. اصلا دیگه تقلید اذن نمیخواد. یعنی نتیجه قشنگیه که وقتی خدا به ما بگه اعمالتون را طبق اون چی که من برنامه راتون فرستادم، طبق اون چی فرمودم انجام بدید و ما هم بلد نیستیم، پس معلوم میشه یعنی داره ما رو راهنمایی میکنه به تقلید. پس تقلید دیگه اذن از امام نمیخواد. بعد ایشون میگه بلکه کتاب یعنی قرآن مجید، سنه یعنی احادیث شریفه و همچنین عقل، اینا تمامشون متطابق هستن، یعنی همه یک نواخت متطابقن و علا وجوب الاخذ بها، همه میگن واجبه که اخذ به تقلید بشه، که یعنی انسانی که مجتهد نیست واجبه برش که تقلید بکنه. این یه مقطعی بود، یه فقره‌ای بود، یه جمله‌ای بود از کلام صاحب جواهر. حالا میایم اصل ادله که قرآن مجید آیات زیادی داره. ما همین آیه کریمه سوره نحل آیه 43 که خدا میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما یه چیزی رو آگاه نیستید، در اون تخصص ندارید، از اهل ذکر که متخصصین در اون رشته هستن بپرسید. یعنی کاملا آیه شریفه ما رو داره راهنمایی میکنه به یک چیز متعارف پهلو خودمون. یعنی میگن یه چیز نو ما برای شما نمیدیم. شما مگر اینطور نیست که وقتی خدای نکرده انسان مریض میشه به دکتر، به متخصص رجوع میکنه؟ خب شما وقتی مسائل دینتون رو بلد نیستید از اهل ذکر متخصص در اهل ذکر ظاهری رو ما بگیریم، یعنی تو این مسئله در بله در چون البته تفسیر شده، تفسیر شده که اهل ذکر اهل بیت سلام الله علیه، همین رو من بخواستم بله. بگم خب ما رجوع میکنیم به اهل بیت. اهل بیت هم خودشون ما رو ارجاع دادن که اونایی که میان این احکام، این احادیث و روایات و اون آیات قرآنی که احکام هست، مراجع تقلیدی که اینها رو زحمت کشیدن و فتوا رو به دست آوردن، رجوع کنید به اونا، یعنی بالاخره نمایندگان. احسنت. پس ببینید این آیه شریفه، آیه کریمه 43 سوره نحل که خدا میفرماید فسألو، فسألو هم امر واجبه، حتما بپرسید، اگر چیزی را نمیدانید از کی بپرسید؟ از اهل ذکر، که اهل ذکر مصداق بارزش و مصداق اول و افضل اهل بیت پیغمبر خدا هستن سلام الله علیه، که اونها خودشون ما را راهنمایی کردن به مراجع تقلیدی که جامع الشرایط هستن. این آیه، این یه آیه از قرآن مجید. بلی. چون ما بخوایم آیات متعدد بگیم خیلی وقت میگیره، اما میخوایم به طور مختصر عرض کنیم و یه اجمالی از ادله را هم انشالله بگیم که انشالله. خب پس آیات متعددی هست. آیه 43 سوره نحل یکی از آیاتیه که خدا به ما دستور میده که تقلید کنیم در اون چیزی که بلد نیستیم، احکام دینمون رو بلد نیستیم، بریم بپرسیم. از روایات شریفه این کلام رو من از آیت الله العظما حاجی حسین صادق شیرازی نقل می کنم که ایشون یک کتابی دارن به نام بیان الفقه که اومدن از خود مسائل تقلید بحث کردن و فقط کتاب تقلید عروه که تقریبا 70 خورده مسئله هست در 4 جلد این را توضیح دادن، در 4 جلد. وقت درباره تقلید اونجا این صحبت را فرمودن، من اینا 4 جلد فقط تقلید، فقط تقلید ماشاءالله. بله خیلی اعلمیت ایشون را این میرسونه. بله اینا کتابای ذکاوت یک مرجع، کتابای استدلالی که مراجع می نویسن، واقعا این کتابای استدلالیشون نشانگر میزان اون علمشون و اون یعنی اعلمیت را یه انسانی که وارد هست از کتاب ها میشناسن.
در یک قصه معروفی یادم هست که بعضی از آقایون تشکیک میکردن در مرجعیت آقای و یکی از شاگردان اون آقا که میدونست این آقا اعلم هست به اون آقایونی که تشکیک میکردن فرمودن که شما درباره مثل شیخ انصاری، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل اینا نظرتون چیه؟ اینا مجتهد هستن یا نیستن؟ گفته بود بله مجتهد هستن. گفته بوده شما معاصرشون بودید، اینا رو دیدید؟ گفته بود نه. از کجا فهمیدید اینا مجتهد؟ گفتن کتاباشون رو خوندیم. ایشون هم در جواب گفته بود خب این مرجعی که شما تشکیک میکنید این کتاباشه، خب بخونید کتاباشو. چرا نخونده؟ چرا چیزی نشکوب؟ یعنی چرا تشکیک میکنید؟ در حالی که ما عرض کردیم انسان هر صحبتی که میکنه چه برسه تشکیک در مثلا مرجعیت یک کسی که واقعا با تقوا باشه، جامع الشریعت باشه، انسان یه تشکیک بکنه خیلی جوابگو، یعنی باید جوابگو باشه روز قیامت که اینجوری طبیعیه چیزی. بله، پس این عبارت را من از کتاب ایشون نقل میکنم. ایشون میفرمایند که و من السنه الشریفه روایات تزید على اقل مراتب التواتر الموجب للقطع بالصدور. خیلی تعبیر علمی و زیباست. ایشون میگه ما از روایات، چون ایشون نه که ادله را میاره برای اثبات تقلید، وجوب تقلید، بعد از آنی که آیات قرآن را ذکر میکنن میان سر ادله قرآن، ادله و روایات و احادیث شریفه اهل بیت در برای تقلید. آخه ایشون میفرماید که از سنت الشریفه، یعنی از احادیث و روایات رسول خدا و اهل بیت، ما درباره تقلید اینقدر روایت داریم که تزید و علی اقل مراتب التواتر. تواتر یه اصطلاحیه در علم به حساب حوزوی که اگر ما یه سلسله احادیثی داشته باشیم که بیش از 10 تا و 20 تا راوی اون راوی گفته و در اون زمینه بیش از اینها و پشت سر هم، یعنی در هر زمانی، در هر عصری، هر امامی در این باره صحبتی داشتن، وقت این میشه تواتر. وقت تواتر دیگه قابل انکار نیست، یعنی یه چیزی که تواتر شد، مثلا فرض کنید ما مثلا کربلا فرض میکنیم، کربلا رو ندیدیم اما همه میگن کربلای هست، ما میتونیم بگیم چون ما ندیدیم پس این کربلا نیست؟ مردم میخندن بالا این انسانی که بگه چون ما ندیدیم. روایات که به تواتر میرسه این دیگه قابل انکار نیست. اگه کسی انکار کنه میگن این اصلا سواد نداره. چرا این چیزی که متواتره، مثل همه که کربلا در شهرت تواتر داره، یکی بیاد بگه کربلا نیست چون من ندیدم مثلا کربلا رو، چطور میخندن؟ این هم همینطوره. آیت الله العظما حاج واسه صادق شیرازی در این استدلالی کتاب الفقهشون، بیان الفقه اجتهاد تقلید عروس، در اونجا میفرمان روایات شریفه در باره وجوب تقلید، جواز تقلید، اینها اینقدر زیاده که کمترین مراتب تواتر را رسیده، یعنی بیش از حد تواتر. و که تواتر هم موجبه، واجب، یعنی موجبه، سبب اینکه قطع حاصل بشه برای انسان و یقین حاصل بشه که از اهل بیت صادر شده، دیگه قابل انکار نیست. مما ربما تعد بالمئات، اگر بخوایم اونا رو شمارش کنیم ربما شاید صدها روایت در این زمینه باشه. حاج آقا این مطلب رو اینجا نگه داریم، یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمتتون. از آقا رسول الله روایت هست که علیون اعلم الناس بالله، یعنی آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عالمترین مردم به خداوند تبارک و تعالی است.
لبیک یا الله. آقا خیلی ببخشید بحثتون رو قطع کردم. بله، پس ببینید از لحاظ ادله روایی و احادیث شریفه بر جواز تقلید بلکه وجوب تقلید اینطور آیت الله معاذ الله شیرازی میفرماید اقل مراتب تواتر را حتما داره، یعنی بیش از این هست. خب الان این روایات را خب ما اگر بخوایم همه رو یاد کنیم که خیلی برنامه ما رو میگیره، ما هم سعی داریم این برنامه چیز مختصری باشه که واقعا یک کسی اونو دنبال کنه از اول تا آخر، انشالله بتونه یک دوره کامل زندگی موفقی را برای خودش داشته باشه، هر چند تا که صلاح میدونید. بله. و ملموس تره. بله انشالله. پس ببینید ما یکی دو تا روایات رو میخونیم که یکی از این روایاتی که به نظر میرسه که خیلی مهمه همون روایت توقیع شریف آقا امام زمان سلام الله علیه که در اون توقیع شریف حضرت میفرمایند اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله. که واقعا این اگر هیچی ما روایت نداشتیم فقط همین یکی بس بود که حضرت میفرماید اما الحوادث الواقعه، این الحوادث از لحاظ عربی با الف و لام اومده، یعنی هر رخدادی که براتون پیش آمد میشه در هر زمینه حکمش را ما که نیستیم حاضر که از ما به سوال کنید، حکمش رو برگردید از مراجع تقلید اونهایی که روات حدیثنا که منظور مجتهدین جامع الشرایط هستن، مرجع جامع الشرایط هست، چون اوناست که برای ما حدیث اهل بیت رو میگیره، استنباط میکنه و نتیجه شو قشنگ به ما تقدیم میکنه. آقا میفرماید هر رخدادی که پیش میاد براتون رجوع کنید به اونها و حکمش رو از اونها بگیرید که اونها حجت من هستن، یعنی خود یعنی حضرت ببینید امضا فرمودن برای اونها ولایت در فتوا دادن، ولایت در قضاوت کردن، ولایت در اون امور حسبیه و اینها، اینا حجت من هستن و من هم حجت خدا هستم بر همه. چقدر این زیباست، چقدر رسا هست. من به نظرم همین یه حدیث بسه، همین یه حدیث بسه بره چون انسانی که دنبال دلیل هست. حالا با این تفاصیل میخوام این سوال بپرسم که مراجع تقلید، اون مرجع تقلیدی که ما بخوایم ازش تقلید بکنیم چه شرایطی بود؟ احسن، همین روایت دوم رو من اون انتخاب کردم. احسن، روایت دوم روایت احتجاج شیخ طبرسی هست در جلد دوم صفحه 263 از تفسیری که از آقا امام عسکری سلام الله علیه نقل شده از امام صادق علیه السلام که فرمایش مفصلی دارن. تا اینجا که میرسن میفرماین این حدیث شریف بینید صفات یک مرجع را بیان میکنن، میفرماین فاما من کان من الفقها، شرط اول که فقیه باشه، یعنی عمرشو گذارونده باشه، مخصوصا یه مرجعی که مثل آیت الله العظما مجاز صادق شرازی که خانواده علمن. ما یه قاعده معروفی داریم که زبان زدم هست، همه اینو بلدن که ابن العالم نصف العالم، فرزند عالم خودش نصف عالمه، یعنی نصف دیگه هم که بخونه عالم میشه، چون تو محیطی بزرگ شده که همش علمه، همش علمه. مثلا فرزند یه کاسبی که باباش مخلوطه و میره مغازه و اینا، این واقعا نصف نیمه از اون کاسب هست. فرزند عالم علم با پوست و گوشت و استخونش احسنت، اینها واقعا یعنی یه واقعیاتی. پس حضرت اولا میفرمایند من کان من الفقها، یعنی حتما باید فقیه باشه، جامع الشرایط باشه، یعنی در زمینه استنباط فقیه باشه، ملکه استنباط رو داشته باشه. خب حالا این فقیه باید چگونه باشه؟ حضرت میفرمایند صائنا لنفسه، یعنی چی؟ یعنی نفس خودش را
حفظ کنه، سیطره داشته باشه و حفظ کنه. صائنن یعنی مانعن از اون که نفسش هرچی بخواد به او بده، این نفسش رو بذاره توی قفس، نفسش را یعنی کنترل کرده باشه. صائنن نفسه یعنی نفسش را کنترل، چون نفس انسانه که رضای روایتی داریم جوانی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد یا رسول الله یه چیزهایی دلم نفسم به میگه اما یه چیزهایی دیگه هم یه جای دیگه به من خبر میده، ما کدوم اینا رو؟ یعنی نفس انسان یه چیزهایی به انسان هایی وسوسه میکنه. حضرت رسول در روایت داره دست اون جوان رو گرفتن و گذاشتن روی قلب خود اون جوان، این سینه طرف چپ اونجای قلب، گفت هر جا این قلب این دل هرچی این بت بگه اینو پیروی کنه، اونی که وسوسه میکنه یعنی همون عقل، یعنی همون عقل بله. چون قلب توی روایات عبارت از همون عقل، تعبیر از عقل میشه. بله که آقا امام صادق میفرماین که روایتش را امام عسکری فرمودن، میفرماین کسی که اولا فقیه باشه و این فقیه صائنا لنفسه، نفس خودش را کنترل کنه. یک یعنی دنبال نفس و هوای نفس نباشه. دو حافظا لدینه، حافظ دینش باشه، دنیا طلب دنیا دنبال دنیا باشه نباشه، حافظ دینش باشه، همتش و فکرش و تمام وجودش بر اینه که دینش حفظ بشه، خیلی مهمه این. دو سه مخالفا علی هوا، هوا ببین اونجا سائلا نفسی گفت اونجا کافی یعنی کافی بود من. ولی اینجا تأکید میکنه که معنای این که کنترل کنه نفسش را به اضافه این که هواها را هم مخالف باشه، نه فقط کنترل کنه بلکه مخالفت کنه. یعنی مثلا وقتی اشتها بکنه، مثلا مثال اشتها بکنه که نون کباب بخوره، نون پیاز مثلا بخوره، مثلا مخالفت کنه نه فقط کنترل کنه، یعنی کنترل کنه یعنی به حرام نیفته، مخالفت یعنی نه اون چه که هوای نفسش هست. آها اون چه که روایت داریم که آقای امام صادق رو سلام الله علیه خبر دادن که یه شخصی هست یه هرچی دستش دستمون بگیریم خبر میده چی تو دستمونه، گفت خب بگید بیاد اینجا، اینو آوردنش. حضرت یه چیزی گرفتن دستشون فرمودن چیه دستم؟ خبر داد که چیه دستم. حضرت فرمودن از کجا این را یاد گرفتی؟ شاهد اینه، از کجا اینو به دست آوردی؟ گفت من هرچی هوای نفسم هست مخالفت میکنم. مثلا میگه الان استراحت کن، نمیکنه. الان مثلا این کباب بخور، میگم نه، مخالفت میکنم. حضرت فرمودن که مسلمون بشو. مسلمون نبود. حضرت فرمودن مسلمون بشو، گفت مسلمون نمیشه. گفت مگر نمیگی من مخالفت هوای خودم میکنم؟ هوای نفست چی میگه؟ این که الان گفت مسلمون نمیشم نفست بود یا خودت بود؟ گفت نه هوای نفسمه. حضرت گفت خود تو که هوای نفستو مخالفت کنی بکن، مسلمون شو. گفت باش، گفت باش مخالفت، چون هوا مخالفت نه، گفت باش مخالفت کرد و مسلمون شد. مسلمون که شد حضرت بعدش دوباره یه چیزی دستشون گرفتن گفتن چیه دستم؟ توش موند نتونست بگه جواب بده. گفت یا ابن رسول الله من چی شد مسلمون شدم؟ این علم ازم رفت. حضرت فرمودن ها تو چون مسلمون نبودی ولی خلاف نفست میکردی، خلاف هوای نفس میکردی، این پاداش داشتی، خدا باید مزد بهت بده. اما چون مسلمون نبودی مزدتو تو دنیا میداد، تو دنیا بهت داد از این راه، یعنی که تو آخرت تو ازش طلبکار نباشی اصلا. اما حالا که مسلمون شدی همه رو نگه میداره، ذخیره آخرتت قرار میده. ببین چقدر زیبا. پس این عالم آقا امام صادق فرمود کسی را میتونید تقلید بکنید که مخالفن علی هوا، بر اون چه که مخالفت با هوای نفس هست رفتار کنه. علا یعنی به ضرر هوایش نه به نفعش، نه فقط کنترل کنه که صائن نفسی بود بلکه مخالفت هم بکنه.
و مطلب چهارم حضرت فرمود مطیعاً لامر مولا، امر خدا را 100% پیاده میکنه، هر چی خدا فرموده اینو بکن اینو نکن، تسلیم محض خدا هست، تسلیم محض امر خدا هست. این انسان را حضرت میفرمایند فللعوام ان یقلدوا، برای این جور افرادی که دارای این شرایط باشند و غیر متخصص ها که در علم دین تخصص ندارن، حضرت فرمودن میتونن از این گونه آقایون و مراجع تقلید که این شرایط سخت رو دارن میتونن چیکار کنن؟ تقلید کنن. ببین چقدر این یعنی هم زیباست و هم داره اون اوصاف و اون نشانه هایی که بایستی یک انسانی که بخوایم ما ازش تقلید کنیم باید دارا باشه، این را داشته باشه. این از لحاظ روایی که در این روایت ما تونستیم بفهمیم که حتی از چه کسانی ما تقلید کنیم. حالا جاقا این سوال رو میخوام، حالا نمیدونم الان مطلبتون ادامه داره یا نه، ولی این سوال رو میخوام بپرسم که چی مرجع تقلید ما میخوایم بدونیم این اوصاف رو داره یا نداره چطوری بفهمیم؟ حالا ممکنه این انشاءالله جوابگوش باشیم که همون ادله متعارفه است، یعنی از روحای عرفیه که هر چیزی که انسان میخواد شناختی دربارش داشته باشه، عقلا از چه راهی میگن؟ همون راه اسلام امضا کرده، یعنی چیز نوعی نیورده، انشالله متعرضش میشیم. اما ما بقیه ادله را به طور فشرده الان بگیم در حد سه دقیقه آجا انشالله. پس ببینید، از قرآن آیه خوندیم، از روایات دو تا حدیث خوندیم که همین دو تا حدیث برای ما خیلی کافیه. بله. اجماع قولی داریم و اجماع عملی، یعنی فقهای از زمان گذشته و غیر از فقها هم، همه متخصصان در یک علم، همه اینها هم قولا و هم عملا، یعنی هم قولا گفتن و هم عملا رفتار کردن، انجام دادن که چی؟ که در چیزایی که متخصص نیستن برمیگردن به متخصص. خیلی طبیعی طبیعی. لذا این اجماع قولی و همچنین اجماع عملی بر جواز تقلید این مسلمه. میریم بعد به دلیل چهارم که دلیل عقل هست. چون ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع رو که عرض کردیم، عقل هم، عقل هر انسان میگه به انسان که شما در علمی در هر چیزی متخصص نیستی، عقل میگه برگرد به کسی که متخصص است. تو این عمل تخصص داری. اصلا عقل وادار میکنه انسان. همه مثالش همین معروفه که مثلا انسانی که فرض کنید الان دیدید یه بعضی ماشینای مخصوصا تو تابستون که میان این طرف اون طرف میرن، دیدید تو خیابون وای مثلا میگه آقا از کجا میخوام از فلان طرف برم، از کجا باید برم، میخوام فلان جا برم. از راننده تاکسی میپرسن که به خیابونا احسن وارد تره. بعضی وقتا شده از خود ما داریم عبور میکنیم، میبینیم ماشین نگه میدارن یا آقا میخوایم مثلا جمکران بریم. میخوام ببینید، یعنی این یه چیز عقل انسانو میگه که شما اگه چیزی وارد نیستید بپرسید. یه مثالی ببینید، عقل انسان رو وادار میکنه، یعنی اتفاقا همین تازگی هایی که سوال میکرد، استفتا میکرد، سوال میکرد، میگفت که برادرم میگه من تقلید نمیکنم. آدم عقل برای چی تقلید کنه؟ عقلش راهنماییش میکنه. گفتم برعکس، آدم عقل میگه بیا تقلید کن. چون آدم عقل یه روز یه بنده خدای همین حرف رو به من زد. تو یه تاکسی نشسته بودیم، من به ایشون گفتم شما که عاقلی وقتی مریض میشی چیکار میکنی؟ احسن. گفت میرم دکتر. احسن. گفتم شما که عاقلی چرا میری دکتر؟ هست همین عقل خودت رو جور کن. عقل نه، اصلا خود عقل داره میگه شما متخصص نیستی. خلاصه پس عقل انسان عاقل حتما دنبال تقلیده، متدین باشه میره دنبال تقلید. چرا؟ چون عقل میگه شما در این زمینه تخصص نداری، برو سراغ متخصص. پنجم، بناء عقلاء. بناء عقلاء یعنی عقلاء عالم، اصلا کار به دین هم نداره. این عقلاء عالم میبینیم در هر جا، حتی اروپا، این یه شخصی که متخصص نیست بیمار میشه میره سراغ پزشک، میخواد یه ساختمونی درست کنه متخصص نیست میره دنبال مهندس و همه این کارا، یعنی چیز عقلا بناشون بر اینه. و
و اصلا از ادله همین تقلید همین بنا عقلا که عرض کردیم آیه قرآن هم همین را به ما راهنمایی میکرد که شما تخصص ندارید برگردید به اهل تخصص. پس بنا عقلا بر این هست. این دلیل پنجم میشه. دلیل هفتم سیره متشرعه هست. متشرعه یعنی اونهایی که ملتزم به دین هستن، متدینن. میبینیم همه اینا تقلید میکنن. وقت این به حساب این دلیل به این صورته که اگر یه جماعتی ما ببینیم که معتقده به یه دینی، به یه مبدعی، به یه مذهبی، اینا همه یک جور رفتار میکنن. عقلا کشف میکنن که اینا معلوم میشه که رئیسشون اون دینشون اینو میگه که همه اینجوری رفتار میکنن. پس سیره متشرعه چون حاکیه از اون که اون دینشون این برنامه رو براشون گفته، این خودش دلیل میشه. لذا میبینیم متشرعه تماما تقلید میکنن. اصلا متشرعه اونا مردم سابق قدیم که متشرع بودن و اینها، هیچ وقت نمیدیدیم که یکی بگه مثلا تقلید چیه یا من تقلید نمی کنم. همه اهل تقلید. و در زمان امام صادق آقا، حالا من میخوام بحث رو تمومش کنیم چون وقت ندارم، همین چون یکی دیگه مونده ارتکاز را اگر بفرمایید سریع. شما آقا در زمان امام صادق شخصی رفت خدمت آقا امام صادق در مدینه از قم. بله. حضرت بهشون یعنی سوال داشت. حضرت بهشون گفتن که تا وقتی میرزای قومی در قوم هست احسن بله. چرا سراغ ما میاد؟ بله. بله. این خودش یک نمونه ایه بله. برای تقلید. احسنتون. پس سیره متشرعه آیه آیه قرآن هم دلیلش هست که آیه کریمه 115 سوره نساء داره و یتبع غیر سبیل المؤمنین، کسی که دنبال نکنه از روش مؤمنین، خدا قرآن میفرمه نولی ما تولا نصلی جهنم مستجیرا نعوذ بالله. پس سیره متشرعه دلیل قرآنی داره. و آخرین دلیلی که ما خواهم اینجا ذکر بکنیم ارتکاز متشرعه است. ارتکاز یعنی اون چی که در زمینه ذهنشون مرتکزه و اون رو اون ارتکاز رفتار میکنن، همینه که تقلید میکنن از کسی که جامع الشرائط هست. بنابراین ما به صورت مختصر و فشرده تونستیم ادله هفتگانه، نه ادله اربعه. چرا؟ چون اضافه ادله اربعه، یکی دلیل بنا عقلا، یکی دلیل سیره متشرعه که آیه قرآن داره، و همچنین ارتکاز متشرعه هست که اینها سه تا دلیل اضافی هستن بر اصل به حساب ادله اربعه. احسنتم آقا. طيب الله انفاسكم استفاده کردیم. خب عزیزان بیننده استفاده کردیم از بیانات حضرت آیت الله فدایی نماینده حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور وعده ما قنوت هر نماز اللهم عجل لولیک الفرج. الهی آمین. یا رب. احسنتم.